در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از سینمای ایران و جهان، حذف یک سریال خارجی از پلتفرم‌های ایرانی، ثبت 4 جشن ایرانی در فهرست میراث جاده ابریشم و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. ثبت 4 جشن ایرانی در فهرست میراث زنده ناملموس جاده ابریشم. 4 جشن ایرانی چله نشینی و شب یلدا، چهارشنبه سوری، مهرگان و صده به همراه موسیقی نواحی ایران به عنوان میراث زنده ناملموس جاده ابریشم ثبت شدند. نشست جهانی مربوط به این عنوان بر اساس مصوبه سومین نشست کمیته آماده سازی شبکه میراث زنده جاده ابریشم با حضور نمایندگانی از کشورهای گستره جاده ابریشم به ویژه ایران، کره جنوبی، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد. حضور دو اثر ایرانی در فهرست اولیه نامزدهای اسکار 2022. فهرست نامزدهای 10 شاخه از جوایز 94مین دوره جوایز اسکار اعلام شد و خبر مهم آن برای ایران حضور فیلم قهرمان در بخش بین الملل و اثر یک سینماگر ایرانی در بخش انیمیشن کوتاه است. برای دومین سال 15 فیلم به فهرست نامزدهای اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی راه یافتند که قهرمان ساخته اصغر فرهادی یکی از آنهاست. انیمیشن نوازنده ساخته رضا ریاهی و محصول فرانسه هم به جمع 15 نامزد اولیه شاخه بهترین انیمیشن کوتاه جوایز اسکار 2022 راه یافته است. آغاز دوباره کنسرت ها بعد از 2 سال تعطیلی. بعد از 2 سال خاموشی کنسرت ها به دلیل شیوع کرونا، در نخستین اجرای تالار وحدت با حضور مخاطبان، کنسرت ریکویم موتزارت اجرا شد. تالار وحدت شامگاه چهارشنبه 1 دی میزبان این کنسرت بود که به یاد درگذشتگان هنر ایران در دوران کرونا به رهبری بردیا کیارس و با همراهی ارسلان کامکار، سحر انزلی، مهدی قاسمی، میلاد عمرانلو و جمعی از نوازندگان و خوانندگان کور برگزار شد. حذف 1 فیلم خارجی از پلتفرم‌های نمایش خانگی. سریال خارجی هجوم که در پلتفرم‌های داخلی در حال پخش بود، پس از نمایش چند قسمت حذف شد. در پی این اتفاق که گفته می‌شود به دلیل بازی گلشیفت فراهانی در این سریال بوده و سوی مراجع ذی‌صلاح اتخاذ شده، ساترا اعلام کرد که این سازمان در مورد صلاحیت افراد اظهار نظر نمی‌کند و نظر مراجع رسمی نظارتی و استعلامی در مورد صلاحیت فعالیت افراد خاص و محدودیت نمایش آثارشان برای همه لازم الاتباع است. ادامه حواشی فیلم قاتل و وحشی. حواشی فیلم قاتل و وحشی ساخته حمید نعمت‌الله همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته از سوی دبیر جشنواره فجر اعلام شد که این فیلم به دلیل پر نکردن فرم جشنواره در سالهای گذشته کنار گذاشته شده. اما روابط عمومی فیلم این استدلال را خلاف آیین نامه دانست و اعلام کرد قاتل و وحشی در دوره 38 توسط هیئت انتخاب بازبینی شده و اسناد آن موجود است. با این حال همایون اسعدیان یکی از اعضای هیئت انتخاب دوره 38 جشنواره فجر گفته است که هیئت انتخاب در سال 98 فیلم قاتل و وحشی را دید، اما حدود نیم ساعت از فیلم آماده نبود و نسخه کامل را به ما ندادند. با این حال در همان اندازه‌ای که دیدیم هم فیلم بررسی نشد، چون آقای داروغ‌زاده دبیر جشنواره اعلام کردند به دلیل اینکه بین تهیه کننده و سرمایه‌گذاران فیلم اختلاف به وجود آمده و فیلم مشکل مالکیت دارد، هیچ بررسی انجام نشود. در نتیجه فیلم نه بررسی شد و نه نظری درباره آن ارائه شد. تأثیر شیوع اومیکرون بر رویدادهای سینمایی. مراسم حضوری اعطای جوایز 3 رویداد مهم سینمایی در آمریکا به دلیل افزایش شیوع کرونا اومیکرون لغو شد. 33مین جشنواره بین المللی فیلم پالم اسپرینگز آمریکا که قرار بود 6 ژانویه برگزار شود، به دلیل افزایش شیوع کرونا برگزار نخواهد شد. آکادمی فیلم بریتانیا و مؤسسه فیلم آمریکا هم اعلام کردند که ضیافت قبل از مراسم اعطای جوایز خود را برگزار نمی کنند. با
باید منتظر ماند و دید سویه جدید کرونا دیگر رویدادهای مرتبط با فصل جوایز سینمایی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد یا خیر. رکورد شکنی قسمت تازه مرد عنکبوتی. عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما در فروش آغازین به قسمت جدید مرد عنکبوتی رسید. قسمت جدید از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی در هفته نخست اکران به فروش جهانی 587 میلیون دلاری رسید. فیلم ابرقهرمانی مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست، محصول کمپانی سونی و استودیو مارول در هفته نخست اکران خود به فروشی رکورد شکن دست یافت و توانست 253 میلیون دلار از 4336 سالن سینما در آمریکا کسب کند. ثبت جهانی هنر خوشنویسی ایرانی. هنر سنتی خوشنویسی ایرانی در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شد. این پرونده با عنوان برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران در 16 جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید. اعتراض اتحادیه تهیه کنندگان سینما به بازبینی های مجدد. اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران در بیانیه‌ای اعتراض خود را به بازبینی مجدد، سانسور و اعمال نظر و سلیقه در فیلم‌های سینمایی دارای پروانه نمایش اعلام کردند. آنها این اقدامات را بدعت‌گذاری‌های جدید و فراقانونی وزارت ارشاد در زیر پا نهادن مجوزهای صادر شده و قانونی فیلم‌ها نامیدند و گفتند که پروانه نمایش فیلم فصل الخطاب است و هر تصمیمی مبنی بر بی‌اعتبار کردن پروانه نمایش توهین به قانون، سازمان سینمایی و کلیت جامعه سینما محسوب می شود.